یوسف آشنا فعال سیاسی در استادیوم مهمان ما است و نگاهی می داشته باشیم به با سفر رئیس شورای علی سلط در اندونیزیا و همچنان این ام پروسه سالی که چندین سال از افغانستان با درگیر است چه نتایجی را تا اکنون برای مردم افغانستان به دست داله صحبت میکنیم سلام بر شما آقای آشنا خیلی خوش آمدید من نگاهی داشته باشیم به با سفر که اخیرا آقای خلیلی انجام داده به اندونزیا و اصلا ارتباط اندونزیا را با صلح افغانستان بررسی کنیم که چقدر مرتبط است با موضوع صلح افغانستان که اندونزیا به و در قدم بعدی نشست های زیادی تا اکنون در سطح بین بین کشورهای اسلامی برگزار شدند که به شکل نمادین بوده برای یک روز بوده سخنرانی ها صورت گرفته و اینها چه گذاری داشته که این بار هم آقای خلیلی برای یک رفته شده بازم میاد شکر به درود به شما و بینندگان عزیز خب میشه در یک نگاه خوشبینانه گفت که خب به دلیل اینکه اندونیزیا یک کشور در جهان اسلام یک از کشورهای است که جمعیت بزرگ از مسلمانها را داره و به لحاظ فرهنگی در یک حد از فرهنگ مدارای اسلام مبتنی بر تساهل در اندونیزیا حاکم هست میشه برای نسخگیری و یاد گرفتن برای چگونگی رادیکال زدایی از اسلام تندرو و یا انحرافی که از اسلام صورت گرفته و جریان های تروریستی سوی استفاده میکنه میشه از آموخت و سراغ نسخه های تولرانس و مدارا رفت و یاد گرفت ولی اگه قرار باشد روی بحث های جدی و تاثیر جدی و فوری روی بحث صلح محاسبه کنیم متاسفانه با توجه به اینکه بحث سول در افغانستان یک بحث سیاسی استخباراتی و با اجین شده در اقتصاد مافیایی در کشور هست و ریشه های بسیار پیچیده دیگه داره زیاد تاثیرگذار نیست این سفر ولی میشه در حد اینکه که آموخت در همین حد قابل استقبال هست بسیار خوب الله وضعیتی که در افغانستان حاکم است در پای در پیوند با پروسه سال یا روند جریان سال که نهادی را ساختن به نام شورای عالی سال و چندین سال است با هزینه کردن گذافترین پول ها در این نهاد نتیجه ای را که به دست داشته باشیم را نداریم یعنی بررسی ها ایر نشان میتن کارشناس به باور هستند که روی کرده با سال پروژوی است نه استراتژیک و عمیق که مبتنی بر منافع ملی افغانستان باشه و بتونه اون ارتباط را بین منافع کلان کشورهای منطقه و جهان دارند در افغانستان دنبال بکنه و تامین صلح شود در افغانستان ما می یک بررسی بررسی بگیریم این قضیه را که شورای صلح بر چه مبنای اساس گذاشته شده تا اکنون کارکرد این نهاد چقدر مؤثر بوده در بحث صلح در افغانستان خب از دو زاویه یا در دو سطح میشه بحث کرد مسائل مسئله صلح افغانستان یک آنچه برمیگرده به مسائل داخلی افغانستان و چگونگی مدیریت وضعیت جنگ و صلح و پیچیدگی های صلح به لحاظ بحث های درونی بخش دیگه تاثیرگذاری و نقش آفرینی های کشورهای پیرامون افغانستان کشورهای منطقه و رقابت های بین قدرت های بزرگ تجربه سالهای گذشته هم با توجه به آنچه مردم افغانستان تا هنوز دارند رسانه ها نشر کرده و هم با توجه به روایت که آقای سپنتا به عنوان مشاور امنیت ملی پیشین در کتاب خود روایت از درون بیرون توضیح میده در مورد بخش های بیرونی متاسفانه یک تصویر کلانی هست که یک بخش صلح در گروه رقابت ها و بازی های رقابتی قدرت های بزرگ در افغانستان پهلو عوض میکنه وضعیت صلح و این رقابت های قدرت های بزرگ هست که تعیین میکنه که در چی مرحله بحث صلح باب میشه و در چی مرحله پرونده صلح جمع میشه و بحث جنگ و بحث نیرو و ماشین جنگی فعال میشه من فکر میکنم بر فهم پهلوی خارجی و رقابت های قدرت های بزرگ نیاز هست آنچه را آقای سپنتا بیرون داده به عنوان روایت ها و چشم دید ها و آنچه به عنوان مستنداتی که به عنوان مشاور شورای امنیت ملی در دوره حکومت آقای کرزی بیرون داده در کتاب خود نیاز هست حداقل نسل جوان افغانستان نسل دانشگاهی افغانستان مراکز تحقیقاتی و اعضای شورای عالی سول و دستندرکاران صلح به عنوان یک تجربه ایر مرور کنه و بخوانه بسیار آموزنده هست و پهلوهای تاریک را رو روشن میکنه و نشان میده که بازی های استخباراتی با, با توجه با اون بله آقای داشته و شما اون مورد را ذکر کردین و به موارد دیگه که شما توجه کردین اشاره کردین برخورد که شورای عالی سل با مسئله صلح افغانستان داره با توجه به عمل کرد گروه های تروریستی گروه های استخباراتی در منطقه چقدر تطابق داره یعنی این رای که اینها میرند چقدر منطقی و قابل قبول است با توجه به پیچیدگی وضعیت خب شورای عالی صلح برای ما و در قضاوت ما یک نهاد تشریفاتی هست که فقط یک مصرف هنگفت را متوجه تحمیل کرده بر مردم افغانستان و از بودجه افغانستان مصرف میکنه و با توجه به هزینه که از آغاز شورای عالی سول تا دوره آقای کرزی و در دوره کنونی مصرف شده اصلا قابل توجه نیست کار که, که این شورا میکنه به دلیل اینکه این شورا یک نهاد تشریفاتی است بازی صلح مسئله جنگ صلح یک مسئله سیاسی استخباراتی بوده هم در دوره آقای کرزی و هم در دوره کنونی باور من این هست که چند تا مسئله جدی سبب شده که گریه ها یا کلاف سردرگومه جنگ و صلح مشخص نشود و ما در یک همواره تلاش های در راستای سول تیرهای در سیاهی باشد و مردم افغانستان چشم دید ها و آرزوهای مردم افغانستان در قبال سول هیچ وقت به دست نیاید مهمترین بحث ای هست که در بعد داخلی هم جنگ خشونت و هم سول یک بخش کلانش بازی اقتصادی حلقات مشخص است. این میتونیم هم در اتفاقای 14 سال گذشته دوران آقای کرزی بررسی کنیم هم در دوره حکومت وحدت ملی بخش دیگه آرزوهای ما یا انتظار ما در قبال سول قربانی سیاست های لزومن استخبارات محور شده حلقات که رهبری سیاست در افغانستان را از دوره آقای کرزی تا دوره حکومت وحدت ملی در دست داشته و تصمیم گیری ها را نگاه اینا به سیاست و نگاه اینا به صلح نگاه اینا در همه زمینه ها بسیار استخبارات محور است از یک جهت و از سوی دیگه نگاهشان مبتنی بر یک الزام هژمونیک هست ای دو تا مسئله یکی جب. بازی های استخباراتی و یکی نگاه لزومن هجمونی نه هم... سبب شده که ما به سول دست نیابیم به خاطر سیاسی... که چشمند... مز... باید جمع بکنیم چشمانداز ما به سول و چشمانداز مدیران افغانستان و اونایی که فرصت افغانستان رو مدیریت کردن به سول لزوما امنیت محور و معطوف به امنیت نبوده حالا این سیاسی هم... به تامین ا... چشم داشت های سیاسی بوده که او از یک نگاه لزوما هژمونیک در عرصه اقتصاد در عرصه قدرت در عرصه سروت و در عرصه فرهنگ آب میخوره و به همین دلیل ما به آرزوهایی که در قبال سول داریم دست نمی آبیم رهبران سیاسی عدیقل گردانندگان دستگاه دولت و حکومت خوب میدانن که بازی این چنینی جریان دارن توانایی این وجود ندارد که اینها بیرون بکشن این پروسر از این مسئله بحث های بازی های استخباراتی یا خودشان هم به نوی در این بازی ها هستند رهبران سیاسی افغانستان در قبال صلح بیاریم به دو دسته هستن یک بخشی که همون در زمان دوره جنگ دوله طالب ها علیه طالب ها جنگیدن و تا امروز هم از ادبیات مقاومت و حوزه مقاومت حرف میزنن یک بخش از رهبران سیاسی افغانستان اینها هستند بخش دیگه از رهبران سیاسی افغانستان کسانی هستند که هم دیروز عرق داشتن و هم امروز عرق را داشتن اینا عملا یک نگاه سمپاتیک و یک برخورد سمپاتیک و آتیفی به آ، آ، و تباری به طالب ها داره و این سبب میشه که ما تعریف واضح از جنگ صلح نداشته باشیم و هر از گاه گرایش های سمپاتیک ما و گرایش های عاطفی ما به تروریسم این سبب میشه که امنیت در افغانستان چشمانداز به امنیت چشمانداز به ثبات قربانی شود اساسا آنچه را در, از در طول همه 17 سال ما در زمینه صلح تجربه کردیم یک بازی استخبارات محور بوده که در گروه چشمانداز هژمونی بیدین... که یک حلقه مشخص بوده حالا اجازه بدید چی میتونه باشه در چین وضعیتی که بازی ها کلان استخباراتی است یک اجتناب از رویکرد استخباراتی در زمینه سیاست و صلح در افغانستان تا زمانی که همین بازی های استخبارات محور تحمیل شود در قبال صلح و در قبال امنیت ما روز به روز وضعیت را رو وخیمتر میکنیم و این وخامت میتونه افغانستان را به جای اینکه به صلح برسانه به بحران بزرگتر سقوط بده افغانستان که نه برای دولت افغانستان و جریان های سیاسی افغانستان قابل کنترل باشد نه برای همکاران بین‌المللی افغانستان اشتباه های استخباراتی که در دوره حکومت وحدت ملی در چگونگی روی کرد و عربستان و ایران اتفاق افتاده اشتباه های استخباراتی که در زمینه روی کرد و پاکستان، هند و چین و روسیه اتفاق افتاده اینا وضعیت ما را آینده ما را بحرانی تر کرده و نگاه ما به آینده بسیار متاثر از نگرانیهای های بزرگ هست که ما به یک بحران کلانتر سقوط نکنیم با توجه به ای که بازی ها لزوما و جدا استخباراتی هست من فکر می کنم این بازی ها ما رو به صلح نمی رسانه بازی هایی را که دوستای ما در قبال صلح و در قبال امنیت و در قبال حکومت داری با توجه به زد و بندهای استخباراتی در یک چشمانداز هژمونیک دنبال میکنه این برای افغانستان بحران هست و هیچ وقت به صلح منتهی نمیشه. آصف آشنا فعال سیاسی از حضور شما در برنامه من سپاسگزارم.